همیهنان گرامی، با شادباش های نوروزی، شادباش های بهاری در واقع باید بگویم، با آرزوی تندرستی، شادکامی، شادمانی و زندگی بهتر برای یکایک شما و همچنین امید به سربلندی و ماندگاری ایران، بخش دیگری از سری برنامه های کلمه را آغاز می کنم و پاسی رو با شما خواهم بود. اینکه برنامه امروز رو با امید و آرزوی به سربلندی و ماندگاری ایران آغاز کردم، باز می گردد به دردی که در دل من نهفته است و سالهاست در باره آن با شما هم میهنان، هم از راه این گفتگوهای تلویزیونی و پیشتر رادیویی و هم از راه نوشتارهایی که در اینجا و آنجا به چاپ می رسانم، در میان نهادم و آن کوشش برای از میان بردن این بافت تاریخی، این جامعه ماندگار تاریخی چند هزار ساله ایران است. ما در درازای تاریخ با دشواری‌های بسیاری روبرو بودیم. ویژگی ایران در این فلات ایران، ویژگی کشور ایران در این سرزمینی که فلات ایران نام گرفته، در این است که در گذرگاه میان آسیا و اروپا و افریقا بوده و به دلایل گوناگونی دیگران، کسانی از بیرون از این فلات ایران، از دیرباز، از 2000 اندی سال پیش به این سرزمین، به این فلات ایران نظر داشتند. اصلا آمدن آریایی ها به این فلات ایران که کوچ یک برو یک ایل تازه، یک قوم تازه است، یا اقوام آریایی به این سرزمین، اون هم از بیرون از این فلات کنونی ایران آغاز شد و اونها به نیروی چیره بر این فلات ایران تبدیل شدند. و سپس دیگران آمدن، یونانی ها، اسکندر آمد و پس از اون عرب مسلمان به ایران تاختن و سپس دولت های ترک و ترکمان تبار و سپس مغول و تاتار و دیگران به این سرزمین تاختن و از زیبایی های تاریخی و از ویژگی های این سرزمین ما که با فرهنگ ماندگار ما پیوند دارد، به ویژه در شاید 2000 سال گذشته و از جمله در دوران پس از اسلام، در این است که بیشتر کسانی که به این سرزمین تاختند، در این سرزمین فرو رفتند، نه به مفهوم بد کلمه، بلکه در این سرزمین، با این سرزمین درآمیختند، با مردم این سرزمین یگانه شدند. ما اگرچه کوچهای بسیاری رو به این سرزمین بزرگ فلات ایران شاهد بوده ایم، از نقطه نظر تاریخی شاهد بوده ایم، نه اینکه امروز شاهد هستیم، ولی بر روی می توانیم بگوییم که هر آن کس که به این سرزمین کوچید یا تازید یا حمله کرد، در کوتاه‌ترین زمانی ایرانی شد، بخشی از این فرهنگ شد، تا جایی که در دوران 900 ساله پس از شکل گرفتن دولت غزنویان در ایران تا انقلاب مشروطه و سپس دولت پهلوی، بیشتر دولت‌ها یا شاید تمام دولت‌های چیره بر بخش‌های بزرگی از ایران ترک تبار بودند، یا بزرگان این دولت‌ها زبان مادریشون ترکی بود و زبان فارسی با این همه چیره شد و زبان ملی و سراسری ایرانیان گردید، اگرچه بسیاری از مردم در ایران همچنان به زبان مادریشون سخن می‌گفتند و می‌گویند. در تمام این دوران، در درازای تاریخ، ما نشانی از این نمی‌بینیم که گروهی پرچمی برافراخته باشند و پرچمی بلند کرده باشند و بگویند که ما فارس زبان‌ها خواهان بیرون راندن کسانی هستیم که زبان مادریشون فارسی نیست، ترکی، عربی، بلوچی، گیل، زبان‌های دیگری است. ما چنین نشانی رو در تاریخ نداریم. بگذریم از این که برخی از این تاریخ سازان، جاهلان تاریخ، میگویند که زبان فارسی زبان ملت ستمگر است
یا آذربایجان و کردستان رو فارس ها برش چیره شدند، حاکم شدند بر این سرزمین ها. از این دروغ های تاریخی اگر بگذریم و با اسناد تاریخی که مورد پذیرش همه کسانی است که دست کم کار دانشگاهی، کار پژوهشی، کار علمی کردند، می توانیم دریابیم که در درازای تاریخ ایران ما با پدیده روبرو نیستیم که گروهی از ایرانیان بیایند و بگویند که ما فارس هستیم، زبان ملی ما زبان فارسی است و ما خواهان بیرون راندن غیر فارس ها از ایران هستیم. با این سند و با این رویداد تاریخی هم روبرو نیستیم که نشان بدهد که مثلا مردم کاشان یا نطنز یا فارس زبانان شیراز لشکری فرا گردانده باشند و فراهم کرده باشند و رفته باشند و تبریز و نخجوان و ارومیه و دیگر شهرهایی که دست کم در این 300-400 سال گذشته زبان بیشتر این مردم زبان ترکی آذری بوده، اونجا رو برش چیره شده باشند. نشانی هم در دست نداریم که مردم کرمان و اصفهان به نام مردم فارس به سنندج و مهاباد و شهرهای دیگری که شهرهای مردم کردنشین ایران است لشکر کشیده باشند و بخواهند که اونها رو به زیر قدرت خودشان بیاورند. اینها رو در دست نداریم. اینها دروغ‌های تاریخ است اگر بگوییم. یعنی دروغ‌های تاریخ نیست، دروغ‌های ساختگی است. دست کم می‌دانیم که تا زمان انقلاب مشروطه و حتی پس از انقلاب مشروطه آخرین دولت چیره بر سرتاسر ایران، دولت قاجار، یکی از دولت‌هایی است که پیشینه اون باز می‌گردد به اون نقطایفه قزلباش که همراه با شاه اسماعیل یا در پشتیبانی شاه اسماعیل بیشتر اونها از بیرون از سرزمین کنونی ایران به ایران تاختند. بسیاری از این گروه ها از سرزمین های حتی استپای آسیای میانه، از مناطق آسیای میانه در واقع کوچیده بودند، رفته رفته به پیرامون فلات ایران آمده بودند. قاجارها هم از این دست بودند، گویا همراه تا اونجایی که تاریخ به ما گواهی میدهد گویا همراه با مغولان به ایران تاختند، یا در دوران پس از مغولان در بخشای از فلات ایران، در پیرامون فلات ایران به اونجا کوچیدند و در اونجا زندگی میکردند. بسیاری از این طوایف قزلباش از آسیای کوچک که بخشی از ترکیه امروز است، آناتولی، از اونجا در واقع با شاه اسماعیل پیوند پیدا کردند و به آذربایجان تاختند و دولت صفوی رو به وجود آوردند و دولت صفوی نزدیک به 220 سال بر سرتاسر ایران چیره بود و زبان دربار دولت صفوی در دوران درازی زبان ترکی بود، اگرچه زبان اداری ایران زبان فارسی بود، زبان ادبی چیره در ایران زبان فارسی بود. پس از این دوران هم نخستین دولت نیرومندی که به ضرب شمشیر آقا محمد خان قاجار بر بخش بزرگی از سرزمین پیشین صفویان چیره شد و کشور ایران رو در واقع به وجود آورد دوباره و البته بخشهایی از ایران، نزدیک 35% از خاک ایران در دوران قاجار از ایران جدا شد، دولت همین قاجار بود، قجر نویان ها، که اینها هم بخشی از ترکمان های هم پیوند با قزلباشان یا بخشی از نیروی قزلباشان در گرفتن ایران برای دولت صفوی بودند. اینا همه ایرانی شدند و خودشون رو هم ایرانی می دانستند. دولت قاجار خودش رو نماینده ممالک محروسه ایران می خواند و هیچ گفتگوی در این نبود که اونها خود رو شاهان ایران می خواندند، اگرچه پیشینه اونها ترکمانی و ترک بود و یا زبانی که به اون سخن میگفتند زبان ترکی بود، ترکی آذری. حتی در اسناد زیادی آمده است که همین ناصرالدین شاه که 50 سال
در ایران پادشاهی کرد، در آرزوی این بود که یکی از خیشاوندان او که زبان ترکی خوب میدانست به دیدار او بیاید و او بتواند در خلوت با او به ترکی سخن بگوید. مظفرالدین شاه که ولیعهد ایران بود و در تبریز زندگی میکرد، چون تبریز خاستگاه ولیعهد بود و ولیعهد در اونجا پرورش پیدا میکرد، در این دوران درازی که ناصرالدین شاه پادشاهی کرد و این ولیعهد بخت برگشته بیمار تا پایان کار کهنسال در 40 سال در آرزوی پادشاهی میزیست، زبان خود او و زبان پیرامونیانش زبان آذری بود، زبان ترکی آذری بود، و هنگامی هم که به تهران برای دیدار با پدر و دربار می آمدند، فارسی رو با لهجه غلیظ آذربایجانی سخن می گفتند و اون پیرامونیان ناصرالدین شاه که دهه ها پیش از اونها از همون آذربایجان به تهران آمده بودند یا تهرانی بودند یا تهرانی شده بودند و فارسی رو با گویش بهتری سخن می گفتند، اونها رو مسخره می کردند، به اونها خورده می گرفتند، به اونها می گفتند اینها ترک هستند. جالب اینجاست که ناصرالدین شاه خود او زبان مادریش ترکی است، پیرامونیانش بسیاری از اونها زبان مادریشون ترکی است، ولی مسخره می کردند مظفرالدین شاه رو که این از تبریز آمده و زبان او زبان دیگری است یا گویش فارسی او گویش دیگری است. اینها جنبه سیاسی نداشت، بیشتر جنبه فرهنگی داشت و اجباری هم در این میانه در کار نبود، شرایطی نبود که یک دولتی در ایران بر سر کار باشد که نماینده ملت مفروض و ساختگی فارس باشد و اونها این ستم رو بر آذربایجانی ها تحمیل کرده باشند. نه، دولت دولت قاجار بود. این مظفرالدین شاه فرزند ناصرالدین شاه بود، از مادری قاجار به دنیا آمده بود، همه اینها قاجار بودند و این قاجارها زبان مادریشون زبان ترکی بود و به این زبان سخن میگفتند، اما زبان درباری ایران، زبان اداری ایران، زبان فرهنگی ایران زبان فارسی بود و این زبان رو نه شمشیر حافظ و فردوسی و سعدی، بلکه چیرگی های خود این زبان و دیگر مسائلی که من در جاهای دیگری به اون پرداختم و نوشتم بر کشور ما چیره کرده بود. تا انقلاب مشروطه روی داد و زبان انقلاب مشروطه هم فارسی بود، اگرچه انقلاب مشروطه مدیون مردم آذربایجان و قفقاز بود و اگرچه ناسیونالیزم ایرانی در آذربایجان و قفقاز زاده شد و اصلا ناسیونالیزم ایرانی با لهجه ترکی به دنیا آمد و بسیاری از ایرانیان بازگشت مشروطه رو به راستی وامدار مردم آذربایجان و به ویژه تبریز هستند، در جنب و جوش بزرگی که پس از به توپ بسته شدن مجلس از سوی محمد علی شاه روی داد و مجاهدان آذربایجان به رهبری ستارخان و باقرخان همراه با بختیاری ها بود، گیلانی ها و دیگر نیروها آمدند و تهران رو گرفتند و مشروطه رو باز ساختند و دولت مشروطه رو زنده کردند. با اینکه همه ما وامدار به مردم آذربایجان بودیم، زبان مشروطه و زبان نوشتارهای دوران مشروطه اساساً زبان فارسی بود و در مجلس مشروطه هم اگرچه احترام بسیار زیادی به نمایندگان آذربایجان می نهادند و می گذاردند، زبانی که مجلس مشروطه شکل گرفت و قانون اساسی نوشته شد زبان ادبی و زبان چیره ایران بود. هیچ کس در اون دوران نیامد و نگفت که ما آذربایجانی ها که نقش بزرگی در بازگشت مشروطه در ایران داریم، می خواهیم که زبان ترکی آذربایجانی زبان ملی ما بشود. از این سخنها در اون هنگام هیچ نشانی در دست نیست. اگر هم کسانی بیایند و تاریخ بسازند، تاریخ ساختگی و دروغ است، چون سندی در این زمینه نه تنها در دست نیست، بلکه می دانیم که برجسته ترین نماینده تبریز که جوانترین نماینده تبریز هم بود و به راستی باید گفت یکی از مهرهای اصلی انقلاب مشروطه به شمار می آمد، یعنی سید حسن تقی‌زاده، زنده یاد تقی‌زاده، که تا پایان عمر هم فارسی رو با گویش
بسیار بسیار غلیظ تبریزی سخن می گفت، شیفته زبان فارسی، پژوهشگر ادب فارسی، پژوهشگر تاریخ ایران بود و در هیچ دوری نشانی از این نمی بینیم که کسی مانند تقی‌زاده آمده باشد و گفته باشد که من تقی‌زاده و یاران من در جنبش آذربایجان، جنبش مشروطه‌خواهی آذربایجان، چون زبان مادری ما زبان ترکی است، چه بهتر است که برخی از نشست‌های مجلس شورای ملی هم به ترکی برگزار شود. ما چنین نشانی نه تنها نمی‌بینیم، تنها موردی رو که در دست داریم از نظر تاریخی که تقی‌زاده در یک مجمع عمومی، در یک جایگاه عمومی به ترکی سخن گفته، هنگامی است که در گیرودار ماجرای آذربایجان در رادیو شرکت کرد، رادیو تهران که رادیوی تازه‌ای بود، 5-6 سال از عمر اون بیشتر نمی‌گذشت، و به زبان ترکی با هم میهنان آذربایجان در نقد به گروه پیشوری سخن راند و از اونها خواست که این گروه رو در واقع از خود برانند. و تا پایان عمر هم تقی‌زاده و دیگر کسانی که در جنبش مشروطه به راستی فداکاری کردند، کوشیدند و دموکراسی سکولار ایران ناتوان رو تا حدودی حفظ کردند در همون محدوده‌ای که وجود می داشت، اینها تا پایان عمر وفادار به سربلندی و یکپارچگی و تمامیت ارضی به عبارت عربی اون یکپارچگی ایران بودن. اما در این سالهای گذشته، در این 20 سال گذشته، ما میبینیم که نغمه های آغاز شده به ویژه از بیرون از ایران درباره اینکه این ایرانی که ما به عنوان یک فرش هزار رنگ و با پود یگانه میشناسیم، این ایران اون ایرانی نیست که ما در درازای تاریخ باش آشنا شدیم، بلکه کشوری است به گفته اونها کثیرالمله، چند قومی، و در این کشور چند قومی فارس ها آمدند و سرزمین های غیر فارس رو اشغال کردند. این رو شما در اسناد مربوط به حزب دموکرات از کردستان ایران و دیگر احزاب کرد حتی به درجات بیشتری و در میان گروه های پان ترکیستی طرفدار یگانه شدن و یکی شدن آذربایجان با جمهوری آذربایجان می توانید بیابید. حتی در مورد بلوچستان هم می گویند که بلوچستان رو ایران اشغال کرده یا فارس ها اشغال کردن. تازه ترین ادعا در این است که خوزستان رو که امروز عربستان این دار دسته ها می خوانند، اینها رو دولت فارس یا فارس ها اشغال کردن و حقوق اعراب رو از اونها گرفتن و چیزهایی از این دست. اینها نغمه های تازه سالهای گذشته است. نطفه این اندیشه ها در دوران انقلاب اکتبر زاده شد، هنگامی که پس از انقلاب اکتبر برای چیرگی دولت لنینی، دولت سوسیالیستی لنینی، سوسیالیسم آسیایی لنینی بر جمهوری های جنوبی روسیه اون زمان، اتحاد جماهیر شوروی آینده که بیشتر مسلمان بودند مانند جمهوری های قفقاز یا ترکمنستان یا ازبکستان یا قزاقستان یا ازبکستان، برای اینکه اینها رو بتوانند به زیر چیرگی دولت سوسیالیستی درآورند، کنگره تشکیل دادند، کنگره خلق‌های جنوب آسیا، حالا نام اون رو درست به خاطر ندارم، و در این کنگره ملت‌های جنوب شوروی اون زمان از جمله در مورد ایران، افغانستان و کشورهای دیگر هم داوری کردند. و از اینجا بود که فکر یا اندیشه کثیرالمله بودن ایران از راه حزب کمونیست ایران از سال حدود 1300 خورشیدی وارد فرهنگ سیاسی ایران شد. البته در تمام دوران رضا شاه به بار ننشست. برجسته ترین شخصیت چپ ایران در درازای دوران رضا شاه زنده یاد ایرانی بود، یکی از برجسته ترین اندیشمندان ایران در اون دوران، آدمی که سخت پایبند سربلندی ایران بود، اگرچه
او هم آذربایجانی بود، از نام او پیداست، ولی سخت پایبند سربلندی ایران بود و در کارهای او هم نمی‌بینیم که نشانی از این باشد که هیچ گونه پیوندی با این اندیشه ساختگی لنینی درباره چند ملت بودن ایران وجود می‌داشته. این اندیشه دوباره در دوران حزب توده سربلند کرد و سپس به چپ نو ایران رسید و خیلی ها به این باور بودن ایران کشوری است کثیرالمله که فارس ها یا دولت مرکزی این ملت های دیگر رو به زنجیر کشیده. هیچ پژوهش تاریخی هم در این راستا انجام نمیدادند. این سخنان رو می گفتند و تکرار می کردن. شوربختا که امروز در این گیرودار سیاسی نقد به حکومت ایران این مسئله دوباره سربلند کرده. نزدیک به 20 سال است که این موضوع دوباره سربلند کرده. من شما هم میهنان میدانید که در این برنامه، در برنامه های پیشینم با دوست گرامیم آقای مهری در رادیو و در نوشتارهای بسیاری که در این زمینه به چاپ رساندم، دشمنی خودم رو با چنین اندیشه هایی نشان دادم. من سخت هوادار یک پارچگی ایران هستم و هیچ باوری به ستم به دیگر هممیهنان ندارم. این است که کسانی از من میپرسند که شما که چنین سخت هوادار یک پارچگی ایران هستید، آیا حقوقی هم برای مردم کرد و آذربایجانی و بلوچ و دیگران هم قائل هستید؟ پاسخ من امروز به اونها این است که شما به قول آخوندها سوراخ دعا رو گم کرده اید. موضوع بر سر این نیست که آیا انسانی مانند من که سخت پایبند اعلامیه جهانی حقوق بشر است به حقوق یکایک ایرانیان از هر پیشینه تباری، از هر تاریخی، از هر زبانی، از هر تیره‌ای، از هر ایلی، از هر دین و آیینی و به هر اندیشه‌ای که باشند باور دارم یا ندارم. همه میدانند که من چنین باوری رو دارم. من به آزادی و حقوق یکایک شهروندان ایران، زن و مرد، بهایی و مسلمان و یهودی و مسیحی و بیدین و از هر تیر و تباری که هستند، در هر گوش و کنار ایران که میزیان و به هر روش زندگی خصوصی که متوسل میشوند باور دارم. من سخت بر این باور هستم که ما باید مدل های زندگی امروز اروپا و غرب رو در واقع بپذیریم و بدانیم که مردم می توانند با هر پیشینه، با هر باور دینی، با هر باور شخصی آزادانه و برابر در کنار یکدیگر، جدا از ستم و تبعیض جنسی، جنسیتی، قومی، زبانی، دینی و هر چیز دیگری زندگی کنند. این است که برای من یک مرد و زن سنندجی با هر آیین و باوری که دارند، با یک مرد و زن شیرازی با هر آیینی که دارند، با یک مرد و زن تبریزی دارای حقوق کاملا برابر هستند. اما در این راستا سخنانی ما میشنویم درباره حقوق اقوام. میگویند که ایران کشوری است چند قومی و ما باید به اقوام حقوق بدهیم. و در نقدی که من به این شرکت خانم عبادی در این نشست کناری پارلمان سوئیس کردم، خود ایشان و دیگران هم آمدند و به من پاسخ دادند که خب حقوق اقوام چه می شود؟ من اصلا گمگشته در این پرسش هستم. مگر در دنیای مدرن، در کشورهای پایبند به حقوق بشر، چیزی به نام اقوام با حقوق سیاسی وجود دارد؟ مگر ایرانی تباران آمریکا، ایالات متحده آمریکا، میلیون ها ایرانی تباری که امروز در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند، به عنوان ایرانی تبار دارای حقوق سیاسی ویژه هستند؟ یا ایرانی تبارانی که در ترک در آلمان زندگی می کنند، یا ترک تبارانی که در آلمان زندگی می کنند، به عنوان یک گروه قومی، یک گروه تیر و تباری دارای حقوق سیاسی هستند؟ مثلا می روند به عنوان
ایرانی تبار یا ترک تبار در مجلس نمایندگان ایالتی یا کشوری ایالات متحده آمریکا رأی میدن. من نه تنها چنین چیزی رو نشنیدم، اگر شما این رو در کشورهای پیشرفته جهان مطرح کنید به شما میخندند که مثلا ایرانیان باشنده در کالیفرنیا به عنوان یک فراکسیون ایرانی بروند در پارلمان ایالتی، مجلس ایالتی کالیفرنیا رأی بدهند به اینکه ما میخواییم یک نماینده ایرانی تبار در مجلس داشته باشیم. این مکزیکی تبارانی که شمار اونها بسیار بسیار بیشتر از ایرانی ها هم هست، حق ندارند به عنوان یک فراکسیون مکزیکی رأی بدهند. البته به طور طبیعی ممکن است مردمی که در یک شهری زندگی می کنند که کسی که کاندیدای نمایندگی است با زبان اونها با فرهنگ اونها نزدیکتر است به او رأی بدهند، این طبیعی است، ولی این دارای این حقوق پذیرفته شده سیاسی نیست. تصور این که در ایران دموکراتیک پایبند به حقوق بشر ما بیاییم و به اعضای اقوام حقوق ویژه بدهیم، نخست اینکه کجا بر پایه چه آزمایشی شما تعیین میکنید که کدام ایرانی چند درصد مال این قوم است؟ مرد و زنی که با هم ازدواج کردن، یکی شیرازی بوده دیگری سنندجی و فرزند اونها رفته همسری گرفته تبریزی، نوه اونها از نقطه نظر تیر و تباری آزمایش خون باید بدهد که تعیین کنند که به کدام یک از این تیره های قومی تعلق داره. جدا این سخنان گستاخانه و مسخره رو امروز میتوان در قرن 21 برای ایران مطرح کرد. ما 40 است که با حکومت تبعیض در ایران روبرو هستیم، حکومتی که میگوید شیعیان دارای حقوق بیشتری از اهل سنت هستند، مسلمانان دارای حقوق بیشتری از غیر مسلمانان هستند، اونهایی که دین ناباور هستند یا اونهایی که دین اونها رو ما دین ظالمی دانیم مانند بهائیان اصلا حقوق ندارند. مردان دارای حقوق بیشتری از زنان هستند، زن مسلمان دارای حقوق بیشتری از مرد غیر مسلمان است. ما در کشوری زندگی میکنیم که نزدیک به 40 است این گونه تبعیض وجود داره. حالا کسانی میگویند که افزون بر این تبعیض ما یک لایه تبعیض دیگری رو هم وارد جامعه بکنیم و حقوقی بسازیم، این رو حقوقی کنیم، این رو بگوییم که اونهایی که کرد تبار هستن آزمایش خون باید بدهند، اینها که بیش از 50% دی ان ای اونها جنوم اونها کرد هست، اینها دارای حقوق سیاسی ویژن، اینها باید بروند دولتکی رو در درون دولت ایران برای کرد تباران درست کنن، سپس با کرد ترک تباران یا ترک زبانان بر سر مالکیت زنجان و ارومیه و سقز و بانه و غیره وارد جنگ بشوند و این رو ما میگوییم کشور دموکراتیک ایران. اینها یا وابسته و مزدگیر منافع دیگرانند یا بیمار روانی و یا بدور از هر گونه اندیشه مدرن. در یک کشور مدرن اقوام دارای حقوق سیاسی نیستند، افراد دارای حقوق سیاسی هستند. این به این معنا نیست که مردم نباید زبان مادری خودشون رو سخن بگویند و به زبان مادری درس بخوانند و به زبان مادری تبلیغات کنند و رادیو و تلویزیون داشته باشند و کتاب منتشر کنند. نه، من کاملا با چنین حقوقی موافقم. من فکر میکنم کتاب به هر زبانی در ایران باید آزاد باشد، روزنامه به هر زبانی باید در ایران آزاد باشد، اصلا روزنامه و رسانه باید از دست دولت خارج بشود. مردم ارومیه حق دارند 3 تلویزیونی مستقل از دولت داشته باشند، یک برنامه تلویزیونی کردی، برنامه تلویزیونی آذری، برنامه تلویزیونی فارسی، برنامه تلویزیونی آسوری و به هر زبان دیگری که میخواهند، تا اونجایی که بازار، تا اونجایی که مردم از این برنامه حمایت میکنند، به هر زبانی که میخواهند میتوانند روزنامه به چاپ برسانند. باید بتوانند این زبان رو در آموزشگاه ها در کنار زبان مشترک و ملی ما زبان فارسی بیاموزند و بیاموزانند و نوشتن و خواندن رو به این زبان یاد بگیرند.
به طور طبیعی هم در خودگردانی ایران، در اداره سیاسی دموکراتیک جامعه ایران، فردا که در یک ایران دموکراتیک در سنندج برای گزینش شهردار انتخابات برگزار میکنند، به طور طبیعی یک کرد بیشتر امکان رأی خواهد داشت تا یک مثلا بلوچی که رفته مدتی در اونجا زندگی کرده. ولی آیا شهرداری سنندج یا اون ساختار انتخابات شهرداری سنندج حق دارد بگوید که در انتخابات شهرداری سنندج فقط کردتباران میتوانند شرکت کنند؟ این تبعیض است، این کاری است که امروز در ایران در حوزه دین انجام می شود. بنابراین موضوع رو آشفته کردند. موضوع بر سر این نیست که ما در ایران نباید آزادی آموزش زبان مادری داشته باشیم. موضوع بر سر این نیست که ما نباید در ایران این حق رو داشته باشیم که هر ایرانی از هر تیر و تبار و از هر باور دینی و بر هر اندیشه‌ای که هست بتواند روزنامه و رسانه و کتاب منتشر بکند. موضوع بر سر این است که آیا ما می‌خواهیم ایران رو بر اساس یک آزمایش خونی میان اقوامی که در هم آمیختند یا بیشتر دسته‌های ایلی هستند تقسیم بکنیم؟ یعنی بیاییم و فردا در قوچان رأی بگیریم، قوچانی که شهری است که خود شهر و پیرامون اون کردتبار و ترکتبار و ترک زبان و فارس زبان و چندین زبان دیگر و چندین تیر و تبار دیگر در کنار قوچان است. بیاییم و محله های قوچان رو تقسیم بکنیم به محله های ترک و کرد و چیزهای از این دست. فاتحه ایران رو باید خواند. اینهایی که از این دست سخن میگویند میخوان فردا مسجد سلیمان رو پاکسازی کنند. بختیاری های کوچنده در این 100 سال گذشته به مسجد سلیمان و دیگر شهرهای ایران رو که برای کار یا برای زندگی به اونجا رفتن یا در اونجا زندگی میکردند در ییلاق و قشقاق، اینها رو از اونجا برانند، اینها رو پاکسازی کنند، عرب کنند دوباره اونجا رو، همون کاری که دیگران در کرکوک و موصل و غیره کردند و فاجعه آفرید. ایران یکی از سربلندی ها و یکی از دلایل ماندگاریش در همین چندگانگی بافت قومی ایلی زبانی است. این همه جنبه های بسیار برجسته فرهنگ ماست، جنبه های ماندگار فرهنگ ماست که در دورانی تیموریان بر ایران چیره هستند، حافظ در شیراز گل می کند. در دورانی که مغولان بر ایران چیره هستند، سعدی در شیراز سربلند می کند. در پیامد آمدن اعراب مسلمان، فردوسی زبان فارسی رو زندگی می کند. و در شروان که زبان بیشتر مردم در اون هنگام فارسی نبوده، خاقانی و دیگران، نظامی گنجه‌ای در گنجه سربلند می کند. و در دوران انقلاب مشروطه، جنبش یک پارچگی ایران در محله های تبریز در واقع آغاز می شود و آدم های مانند ستارخان و باقرخان که زبان مادری اونها زبان ترکی آذری است و فارسی رو به سختی سخن می گفتن و چه بسا نمی توانستن فارسی بنویسن، پرچم یک پارچگی ایران رو بر می افرازند و از این سرزمین دفاع می کنند. حالا کسانی پیدا شدند و می خوانی کشور رو چند پاره کنند و از اقوام صحبت می کنند، حقوق قومی صحبت می کنند، از اینکه کردستان تنها استان کردستان نیست، مرزهای اون همدان و کرمانشاه و ایلام و لرستان و بخشای از بختیاری رو هم دربر می گیرد، جنگ داخلی برای تقسیم ایران. اینها تردید نداشته باشید که بنیاد یا در گمراهی فکری دارند یا در پولی که خرج می شود، در هزینه هایی که دولت های خارجی برای این کار می دهند. من تردیدی در این زمینه ندارم. من رو متهم می کنم به اینکه این گروه ها رو گروه های وابسته می دانم. نه، من اینها رو وابسته نمی دانم، ولی افکاری که در این نوع گروه ها وجود دارد، کوششی که در این راستا انجام می دهند برای چند پاره کردن ایران، پیوندی با یک پارچگی ایران ندارد، پیوندی با حقوق بشر ندارد. اینها به دنبال
ساختن این دار و دسته قومی خودشون هستند. میخوان ایران یک پارچه و متحد و نیرومند رو که باید گریبان خودش رو از چنگال حکومت دینی موجود در ایران، حکومت تبعیض در ایران رها بکنه، گرفتار چند پارچگی قومی بکنند، از یک چاله‌ای به چاه بیاندازند. من یکی زیر بار چنین جنجالی نخواهم رفت و با همه اتهام هایی که میزنند در برابر چنین نوع رفتاری خواهم ایستاد. من سر تا سر وجودم هوادار حقوق یکایک ایرانیان از هر تیر و تبار و به هر زبانی است. هیچ نوع ستم و تبعیضی رو نمیپذیرم. نه فارس رو برتر از ترک زبان میدانم، نه ترک زبان رو برتر از کرد، نه کرد زبان رو برتر از بختیاری. ایرانیان رو برابر میدانم. اما در این راستا این افسانه قومگرایی رو با تمام وجود در برابرش خواهم ایستاد و هممیهنان دیگر رو هم تشویق میکنم که در برابر چنین کوششی بیستند. اجازه من سخنم رو درباره آنچه که در بخش نخست برنامه کلمه گفتم هفته آینده با نشان دادن اسناد تاریخی و یا نشان دادن به ویژه نمونه هایی از سرنوشت کشورهای دیگر با شما در میان خواهم نهاد. چون شنیدم یا دیدم در جایی که یکی از کسانی که به من خورده گرفته بود و حتی ناسزا هم گفته بود، میگفت که خب مسئله اسکاتلند چطور؟ مسئله فلان و بهمان کشور چطور؟ اینها فراموش میکنن که برخی از کشورهای جهان کشورهایی بوده که یک نیرو، یک دولت، یک گروه دیگر گروه ها رو برش چیره شده. در درازای تاریخ شاید 600 سال گذشته انگلیسی ها اسکاتلند رو برش چیره شدن، جنگیدن و اسکاتلند رو وابسته به این امپراتوری بریتانیا کردند. ما این نشان رو در تاریخ ایران نداریم، نه تنها نداریم بلکه درست برعکس است. 900 سال حکومت ها در ایران حکومت های ترکمان تبار بوده. و اجازه بدید هفته آینده بیشتر به این بپردازم و بگویم که چرا گرفتاری در این نوع رفتار نسبت به آینده ایران است. اما پرسشی، دو پرسش پیش آمده، من در پایان این برنامه به اونها پاسخ خواهم داد. یکی پرسشی است که بارها دوستان از من کردند، چه در دیدار، چه در ایمیل و چه حتی در گفتگوهای تلفنی، که نگاه شما، دیدگاه شما نسبت به دیگر برنامه هایی که در این تلویزیون اندیشه وجود می دارد چیست؟ پیوند شما با این برنامه ها چیست؟ پاسخی که من به اونها دادم و اینجا با همه شما در میان می گذارم این است که من جزیره‌ای هستم در این تلویزیون. نه تلویزیون وامدار به دیدگاه های من است و نه من وامدار به دیدگاه های دیگر برنامه های تلویزیون هستم. برنامه من برنامه من است و من نه میخواهم به نقد برنامه های دیگر تلویزیون بپردازم، جایگاه من نیست، و نه اونها به نقد برنامه من میپردازند. این تلویزیون برنامه های چندگانه ای دارد که آدم هایی مانند من، البته تعداد بسیار کمی مانند من از نقطه نظر دیدگاهی، با دیگرانی که به گونه دیگر میاندیشند، مثلا هوادار پادشاهی در ایران هستند، در این تلویزیون هر یک برنامه ای دارند. دیدگاه دارنده تلویزیون و دیگران هم آشکار است و این تلویزیون هم یک دارندهی دارد که ایشان تصمیم میگیرند که این تلویزیون به کدام سوی برود. حق ایشان هم از دارنده تلویزیون هستند. برنامه من برنامه خود من است. من نه مسئول برنامه های پیش از خود هستم، نه مسئول برنامه های پس از خود، و مدیران و دارنده تلویزیون هم مسئول برنامه من نیستند. من دیدگاه خودم رو تا آنجایی که بتوانم آزادانه با شما در میان میگذارم و این رو هم میتوانم به شما بگویم که در این سالهایی که در این تلویزیون بودم کسی به من نگفته است که چرا میتوانم بگویم و چه چیزی رو نمیتوانم بگویم. از این لحاظ هم بسیار سپاسگزارم. اما پرسش اساسی دیگری که پیش آمده و باید به درازا به اون پرداخت، بیش از 5 دقیقه وقت نداریم، و اون درگیری تازه دولت نوپای ایالات متحده آمریکا، یعنی آقای ترامپ، با ایران است.
ایشان یک نوع شور و شعف و شادی در میان گروهی از ایرانیان سخت هوادار حمله به ایران به وجود آوردن. پایکوبی میکنند که آقای ترامپ تکلیف جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد. از من میپرسند دوستان که من به این موضوع چگونه نگاه میکنم. اجازه بدهید که خیلی روشن به شما بگویم. من با هر گونه دخالت نظامی در ایران سخت نه تنها مخالفم بلکه دشمنی دارم. فکر میکنم هر گونه دخالت نظامی در ایران یک فاجعه برای آینده نه تنها ایران بلکه سرتاسر خاورمیانه خواهد آفرید. اگر دخالت گمراهانه ایالات متحده آمریکا در سرنوشت عراق و سوریه این فاجعه امروز را آفریده در خاورمیانه، دخالت نظامی در ایران این فاجعه را 10 برابر خواهد کرد، خیلی بیشتر از فاجعه‌ای که در عراق و سوریه و لیبی به وجود آمد. دولت‌های غربی نباید از راه نظامی به ایران حمله بکنند. این برجام پیامد نیکی برای دستکم جلوگیری از غنی‌سازی هسته‌ای داشته و در این راستا باید گفت یک دستاورد دولت گذشته ایالات متحده آمریکا بوده، اگرچه با گرفتاری‌هایی، با ایرادهایی که خود من هم به این پیمان دارم. ولی روی هم رفته میتوان گفت که دستکم از دستیابی ایران به سلاح به جنگ افزار هسته‌ای اگرم جلوگیری نکرده باشه اون رو خیلی خیلی به تعویق انداخته. اما ما با یک گرفتاری اساسی روبرو هستیم و در این جای گفتگو نیست که دولت ایران دولتی است که در زندگی سیاسی کشورهای پیرامون خودش و حتی کشورهایی که پیرامون ایران هم نیستند دخالت میکنه. ایران به حوتی ها در یمن کمک میرسانه در جنگی که با عربستان داره، در جنگ با اسرائیل از حماس پشتیبانی میکرد. بگذاریم که امروز حماس رابطش با ایران اندکی تیره شده. از حزب الله لبنان در چالش سیاسی درونی لبنان پشتیبانی میکنه و میدانیم که ایران در امور داخلی عراق و سوریه تا چند اندازه درگیر است. جالب اینجاست که این دولتی که تا این اندازه در امور داخلی عراق و سوریه درگیر است، توجهی به افغانستان، مردمی که زبان اونها و فرهنگ اونها با ما بیشتر نزدیک است تا مردم عرب عراق و سوریه نداره. مردم فارس زبان افغانستان، اینها مورد توجه دولت جمهوری اسلامی نیستند چون موضوع درگیری شیعه و سنی نیست. بنابراین در این جنبه که ایران درگیر یک نوع ماجراجویی در خاورمیانه است جای گفتگو نیست. پرسش این است که پاسخ به این مسئله چگونه باید باشد. ما دو گونه تحریم در پیش رو داریم. تحریم‌های کور علیه ایران بودند، به راستی برای مردم ایران زندگی بسیار دردناکی رو به وجود آوردند و من بسیار شادمان هستم که در پیامد این برجام این تحریم‌ها کاهش پیدا کرده. من با تحریم‌های کور سخت مخالفم، زیرا برای دولتی مانند ایران که درآمد کلانی از نفت داره و همیشه خریدار برای نفت در اینجا و اونجای جهان حتی با تخفیف بسیار زیاد وجود خواهد داشت، دولت در این زمینه زیان کمتری خواهد دید، ولی مردم زیان بسیار کلانی میبینند و دیدند. این است که من هوادار تحریم هوشمند هستم. من فکر میکنم دولت ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی که میدانند چه کسانی گردانندگان حکومت ایران یا آدمهای درجه دوم و سوم این حکومت هستند باید فشار تحریم های هوشمند رو افزایش بدهند. چرا این آدم ها آزادانه سفر می کنند، در کانادا خانه می خرند، در آمریکا به آمریکا می آیند، بسیاری از اونها گرین کارت دارند یا در اروپا رفت و آمد دارند، چرا دولت ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی با این دستگاه امنیتی بسیار بسیار توانایی که دارند و آگاه هستند که چه کسانی از قبال تاراج دارایی مردم ایران بهره‌مند شدند و بخش اساسی چیره بر ایران هستند، چرا اونها رو تحریم نمی کنند؟
چرا فهرستی از اونها فراهم نمی کنند و دارایی های اونها رو در کشورهای دیگر مسدود نمی کنند؟ ما میدانیم در بسیاری از این کشورها این آدم ها سرمایه گذاری کردن به نام خودشون، فرزندشون، خویشاوندشون. دریافت اینها برای دستگاه امنیتی غرب دشوار نیست. من هوادار تحریم هوشمند حکومت ایران هستم، ولی با دخالت نظامی و تحریم عمومی کور مردم ایران مخالفم. هفته آینده در این باره بیشتر با شما گفتگو خواهم داشت. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.